میدونی آقا وقتی میخواد به ارتفاع بالاتری صعود کنه در لبه یه صخره به انتظار یه اتفاق میشینه. میدونی اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق گردبادیه که از روبرو میاد. آقا به محض اینکه اومدن گردباد رو حس میکنه بالهای خودشون باز میکنه و اجازه میده باد اونو با خودش بلند کنه. وقتی طوفان قصد سرنگونی عقاب رو میکنه این پرنده بلند پرواز سر خودشو به سوی آسمان بلند میکنه و عمود بر طوفان میسته و مانند گلوله توپی به سمت بالا پرتاب میشه. اون انقدر با کمک باد مخالف اوج میگیره تا به ارتفاع مورد نظر برسه و اون موقع با چرخش خودش به سوی قله در بالاترین نقطه کوهستان ماوا بگزینه، فریاد بزنه. خوب به شیوه عقاب برای بالا رفتن دقت کن. او منتظر حادثه میمونه، حادثه‌ای که برای مرغای زمینی یه مصیبت و بلاست. او منتظر طوفان مینشینه تا از انرژی پنهان گردباد به نفع خودش استفاده کنه. پس ببین وقتی طوفان از راه میرسه عقاب به جای زانوی غم بغل کردن و در کنج سنگ‌های پنهان گرفتن جشن میگیره و خودشو به بالاترین نقطه وزش باد میرسونه و از اونجا سنگین ترین ضربه های گردباد رو به نفع خودش به کار میگیره. اون نمیترسه، از نیروی مهاجم به نفع خودش استفاده میکنه. اون نه تنها نیروی مخالف نمیترسه بلکه منتظر اون نیز میشینه، چرا که میدونه این انرژی پنهان در نیروی مخالفه که میتونه اونو به فضای بالاتر پرتاب کنه. به طور اساسی تو قانون بقای طبیعت تقلای بقای نیروی منفی ایجاب میکنه که تعداد نیروی مخالف در زندگی همیشه بیشتر از جریان موافق باشه. پس اگه قرار نیروی کمکی برای صعود شما حاصل بشه قاعدتا باید این نیرو از سوی مخالفان شما تامین بشه. بنابراین وقتی اتفاقی خلاف میل شما رخ میده به جای عقب نشینی و سرخوردگی و واگذار کردن میدون بیدرنگ عقاب‌گونه جشن بگیرید و این رخداد ناخوشایند رو به فال نیک بگیرید و سعی کنید در لابلای این حادثه های به ظاهر نامطلوب خواسته های مطلوب خودتون رو پیدا کنید. نیرویی که قراره باعث صعود شما تو زندگی بشه توسط همون کسایی فراهم میشه که در حال حاضر مخالف جدی شما هستن، قصد نابودی باوراتونو دارن. این شمایی که باید منتظر فرصت باشید و به تأمل، آمادگی و صبر و تدبیر به موقع از این نیرو برای بالا رفتن و اوج گرفتن استفاده کنید. پس هرگز از وجود سختی، زحمت و نیروهای مخالف در زندگی و کار و تحصیل خودتون گله‌مند نباشید. اینها مخازن انرژی پرواز شما هستند و اگر نباشند شاید هرگز سودی تو زندگیتون اتفاق نیفته. ببین سعی کن هیچ وقت تسلیم نشی. شرایط سخت میان که تو رو قوی تر کنن. سود خوبی رو برات آرزو مندم.